ما با اهل بیت امتحان میشیم در موقعیت های مختلف. ما با اهل بیت امتحان میشیم. باب المبتلا به الناس. احتمال داره 40 یک امتحان بی سر و صدا اما بسیار مهم باشه از ما کسانی که در این عصر زندگی میکنیم برای یاری حضرت ولی عصر ارواحنا لالفدا. شرکت در 40 و حضور در 40 واجب نیست، کمک کردن به 40 واجب نیست، اما چه بسا کوتاهی های ما رو فردا به رخ ما بکشن، بگن مگه تو ندیدی موقع نصرت دین خدا بود با 40 و جهانی تر می توانستی بکنی 40 رو، چرا در خانه نشستی، چرا مرخصی نگرفتی؟ اگر شما اون زمانی که از ما سوال میکنن برگردید جواب بدید خب بر من واجب که نبود، به تو خواهند گفت شب عاشورا امام حسین به همه یارانش فرمود واجب نیست اینجا بمونید، بلند شید برید، چرا کسی نرفت، چرا اصرار کردن که ما میخوایم پیش مرگ تو بشیم. کسانی که در 40 هر قدمی برمیدارن اصرار دارن که برای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، برای ظهور او، برای رفع غربت حسین قدمی بردارن. اینها خواسته یا نهاست؟ تو کی میخوای خودت رو به جهان نشون بدی؟ تو به زمان کی میخوای خودت رو نشون بدی؟ تو به امام زمان کی میخوای خودت رو نشون بدی؟ تو به حسین زمان کی خودت رو میخوای نشون بدی؟ بگی و نصرتی لکم معده، امام زمان تو رو میخواد به خدا نشون بده که اینها به اصرار خودشان آمده اند. کسی به اینها نگفته بیایی. چرا اگر نمیتونستی بری دو نفر رو جای خودت راه نینداختی که برن؟ رسم بوده امام معصوم به جای خودش گاهی زائر میفرستاده کربلا. بعضی از جوانها وقتی ببینه یه بانی پیدا شده که او رو داره میفرسته میره و بعد اونجا تحول پیدا میکنه، اونجا به زیارت سید الشهدا خواهد رفت. کم نبودند کسانی که بی نماز بودند و کم حجاب بودند و بازگشتند و بهترین ها شدند و در همان مسیر تحول پیدا کرده اند. ما با اهل بیت امتحان میشیم. در زیارت جامعه فرازی هست که میفرماید والباب المبتلا به الناس. در خانه اهل بیت فقط در خانه ای نیست که حاجت بده، بلکه این در خانه دری است که انسان با آن امتحان می شود. باب المبتلا به الناس. هر کسی هر چقدر می تونه برای 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام مایه بگذاره، از این امتحان روسفید بیرون خواهد آمد. احتمالاً یک امتحانی در پس 40 برای ما هست. پیشنهاد من اینه برای اینکه در این امتحان روسفید باشیم، هر کی نمیتونه 40 بره یک نفر رو به جای خودش بفرسته.